بسم الله الرحمن الرحیم بیننده ها و شنونده های نهایت گرامی سلام و درود بر شما این برنامه را بنیاد مولانا جلال الدین محمد بلخی از لندن خدمت شما عزیزان پیشکش می‌نمایم. نوروز. نوروز یک هدیه گرانبهای آسمانی است که روح تازه ای را در کالبد خوابیده طبیعت می دمد. انسان در دامان زیبای طبیعت به دنیا می آید، رشد می کند و شگوفایی بار می آورد. انسان به طبیعت نیاز جدی دارد و همین طور طبیعت با انسان. طبیعت بدون انسان ارزشی ندارد. طبیعت در بدو پیدایش با یک سلسله اصول و مقرره ها وارد میدان شده و انسان هم با در نظر داشت همان اصول و مقرره های طبیعی با سیر تکامل تدریجی پرداخته که هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند. در مسیر حرکت زمین به دور خورشید، چهار نقطه برازنده که در واقع تفکیک کننده چهار فصل یک سال است وجود دارد. اول حمل یا اول فروردین، اول سرطان یا اول تیر، اول میزان یا اول مهر و اول جدی یا اول دی. اول حمل یا فروردین مصادف با روزی است که شب و روز با هم مساوی اند. 12 ساعت شب است و 12 ساعت روز است. اول حمل نقطه آغاز یا صفری حرکت زمین به دور خورشید است. در این نقطه طبیعت زنده می شود و در مسیر تکامل و باروری گام می گذارد. بعد از 3 ماه در اول ماه سرطان یا اول تیر نقطه دومی وجود دارد که درازترین روز و کوتاهترین شب را نشان می دهد. طبیعت درست از همین نقطه به حاصل دهی ثمره تکاپوی خیش شروع می نماید. در نقطه سومی که اول میزان یا اول مهر است، باز هم شب و روز با هم مساوی می شوند و حاصل دهی فراورده های طبیعی در همین نقطه متوقف می شود. طبیعت از همینجا آمادگی می گیرد تا دوباره به خواب زمستانی فرو رود، استراحت نماید و به فعالیت های بعدی آماده شود. نقطه چهارم مسیر حرکت زمین به دور خورشید در اول ماه جدی یا اول دی قرار دارد که درازترین شب و کوتاهترین روز را به نمایش می گذارد و آن را شب یلدا می نامند که طبیعت عمیق‌ترین خواب را سپری می نماید. وقتی طبیعت این مسیر را طی کرد، آهسته آهسته به طرف بیدار شدن می رود. وقتی در نقطه اولی رسید که همان اول حمل است، طبیعت دوباره زنده می شود و در مسیر قبلی شروع به حرکت و فعالیت می نماید. محاسبه دقیق حرکت زمین به دور خورشید، پیریزی علم نجوم،
مساوی بودن شب و روز و انتخاب اول حمل یا اول فروردین به عنوان نوروز و آغازگر حیات دوباره طبیعت از ارزش‌های تاریخی و از افتخارات بشر دیروز است که تا کنون ادامه دارد و همچنان ادامه خواهد داشت. وقتی که یک رویداد کاملا تاریخی و با ارزش دیگری که هجرت حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم است به آن اضافه گردیده، در واقع این تقویم خورشیدی را متعالی تر و ارزشمندتر ساخته است. تقویم خورشیدی که هم آهنگی کامل با نظام طبیعت دارد و در مسیر حرکتش بار معنایی و اعتقادی به آن افزوده شده و همخوانی دقیق با باورها پیدا کرده، اینجاست که آن را به یک ارزش غیر قابل اغماز مبدل ساخته و آن را باید گرامی داشت. روز اول این سال نو و نوروز را به شما تبریک می گویم. نوروز همه تان مبارک باد.